خب دوستان، درس شماره 85 یک موضوع جدید داره که اون هم اینه که از میزان سوم به بعد شما میبینید که نوتای سیاه روی هر کدومشون یه دونه خط مورب کوچیکی یا خمیده یا خط تیره موربی روی دسته نوتا قرار گرفته که معنیش این هست که شما نوت‌ها رو به شکل چنگی باید اجرا کنی، یعنی هر نوت سیاه تبدیل میشه به دو نوت چنگ، یعنی اولین نوتی که روی سی گذاشته شده، یعنی سی رو اگر این خط نبود یه نوت سیاه به حساب میومد که به اندازه یک ضرب باید نوت سی اجرا میکردید و حالا که این خط رو داره باید تبدیلش کنید به دو نوت چنگ. قبل از اینکه اجرا کنیم بهتون مجدداً یادآوری میکنم به علائم سر کلید توجه داشته باشید. تعداد دیز ها هم که داره زیاد میشه، داریم فا دیز، دو دیز، سول دیز، ره دیز و لا دیز، 5 تا دیز داره. هر کدوم از این نوت ها که دیز هستن شما باید دقت داشته باشین که در موقع اجرا باید دیز اجرا بشن. یک بار دیگه، فا دیز، دو دیز، سول دیز، ره دیز و لا دیز. حالا اجرا میکنیم با وسط آرشه، میریم 3 و 4 رفت.